لابد میگید بعضیا میپرسن رای بدیم یا ندیم. من الان اصل سوال من به عنوان یک فعال مدنی با خود حاکمیت با خود آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای واقعا در حق مردم ظلم کرده؟ آقای خامنه ای مورد چی میگن قبول ما نیست؟ اگر ایشون میگه نمیدونم دولت جوان انقلابی باید من 82 سالشه خودش دلم وقت چه شناره‌گیری کنه؟ من اشواق من میدارم میگم الان دارم میگم نمیدونم رأی ندیم علمی شه تعجیب شرعیه. آقا آبان ماه این همه جوان کشته شدن، شما اومدی از این بنزین حمایت کردی. من دارم میگم آقای خامنه‌ای یاد بگیر از رئیس جمهور آمریکا جو بایدن اومد زانو زد به خاطر اون چیزی که کشته شده بود، کشتن پلیسش کشته بود، زانو زد 28 میلیون دلار به اون چیز داد، غرامت داد، عذرخواهی که زانو کرد. آیا اینا بچه های خودشون، آیا این نمایندگان، آیا زاکانی، آیا این چنان نشستید نمایش هفت نفر انجام میدید بچه ها با فامیل های خودتون بود؟ آیا بازم اینجوری آروم نشسته بودید، بی تفاوت نشسته بودید؟ بله، ما زمانی رای میدیم که آقای خامنه‌ای بیاد جلو دوربین عذرخواهی کنه، حاکمیت بیاد تمام مسئولین عذرخواهی کنن. ما نمیگیم این عزیزانی که از دست دادن به اونا خونبها بدن، نه، خون اینا خیلی ارزش داشت. آیا سوال یه روز قبل از اینکه بنزین گرون بشه اینا خیابون بودن؟ اینا اراذل اوباش بودن؟ من میگم بگم اراذل اوباش خود حاکمیته. اینا میخوام اون ولابن بره با قشنگ دادن میگم تا زمان چای خامنه‌ای و حاکمیت از مردم حلالیت عذرخواهی نکنن رای دادن حرامه. حالا شما نگاه کن 7 تا 30 رو گذاشتن تو داخل یه سبد، گفتم مردم برید میره مورد دلخواه خود انتخاب کنید. آیا منی که میخوام پرتقال انتخاب کنم، شما چه میخواید موز انتخاب کنید، میتوانی از داخل 7 تا 30 بری موز یا پرتقال انتخاب کنی؟ همچی چیزی امکان نداره. بفهمن آویز گوشش میکنن و بعدش هم الان میخوایم آقا خبرگان رهبری برای ما معنی نداره، شورای نجفان دیگه تحقیر. آقای خامنه ای شما باید میرفتی موضع میگرفتی دل میلیون ها هوادار شکستی، بعدم میای میگی دفاع میکنی از تصمیم شورای نجفان، اونایی که اصلا نه عقلش نه سوادش هیچ چی رو ندارن. بعدم الان نشستید میگی رأی ندادن نمیدونم رأی سفید دادن تحقیق شرعیه. آقای خامنه اینا گوشت بگیر آقای